با عرض سلام، باز هم خوش آمدید به یکی دیگر از ویدیوهای ما. لطفا کانال ما را سبسکرایب نموده و زنگ آگهی را فعال سازید تا هیچ یک از ویدیوهای جدید و جالب ما را از دست ندهید. توجه کنید به خبری فوری که همین اکنون به دسترس ما قرار گرفته است. اعلامیه جنبش مقاومت بر رهبری علیپور. جنبش مقاومت بر رهبری علیپور در اعلامیه چنین نگاشته است: اطلاعیه جنبش مقاومت برای عدالت در رابطه با پخش تصاویر ساختگی تجهیزات نظامی از ساختمان آموزشی در حصه اول بهسود. به نام خدا، هموطنان عزیز و مردم سرفراز و عدالت خواه، همان گونه که می دانید عناصر مرموز و تمامیت خواه در درون دولت به صورت مداوم در صدد توطئه های مختلف بر علیه مردم ما بوده و با بهانه های گوناگون حملات و کشتارهای مردم ملکی را بر راه می اندازند. یکی از عمده ترین هدف این عناصر تضعیف مقاومت مردم برای دفاع از جان، خانه و زندگیشان و همچنان تحقیر غرور مردم عزتمند ماست. سیاست ضد انسانی که سرچشمه‌اش به لشکرکشی های خونین عبدالرحمن جابر در هزارجاد باز می گردد. توطئه جنگ و تهاجم ددمنشانه اخیر در بهسود در همین راستا طرح و برنامه ریزی گردیده است. در این اعلامیه همچنان آمده است: در میان توطئه و تبلیغات دروغین، یکی هم همین نشر تصاویر ساختگی از مهمات و تجهیزات نظامی است که گویا توسط متجاوزین بر بهسود در مقر جنبش مقاومت کشف گردیده است. در ادامه این اعلامیه آمده است: جنبش مقاومت برای عدالت به تمام مردم عزتمند خیش اطمینان می‌دهد که هیچ گونه تحصیلات و مهمات نظامی مردم ما به دست نیروهای دولتی نیافتاده و تمام تصاویر و عکس‌ها ساخت دستگاه تبلیغاتی و پروپاگاندسازی دشمنان مردم ماست. در اعلامیه گفته شده است که این پروپاگاند فقط و فقط به خاطر تحقیر هزارها سازماندهی شده است. لازم به تذکر است که این تبلیغات همانند توطئه ننگین و حقیرانه جاگذاری نارنجک در جیب شهدای فاجعه دهم دلو در مقر ولسوالی حصه اول بهسود است، چیزی که برای دوسیه سازی طرح شده و از بنیاد دروغ بود. در این اعلامیه همچنان آمده است: مردم ما می دانند که ساختمان قرارگاه در حصه اول هیچ وقت یک مرکز نظامی و محل نگهداری تجهیزات و مهمات نبوده، بلکه این ساختمان برای دو هدف فعالیت فعال بود: یکی کرسی های آموزشی، مخصوصا آموزش قرآن کریم، و دیگری دید و بازدید مردمی فرماندهی جنبش مقاومت. در این اعلامیه گفته شده است که در این ساختمان ها تنها چیزی که وجود داشت چند عدد میز و چوکی و قفسه های پر از قرآن کریم و کتاب های آموزشی و مطالعاتی بود و بس. توطئه‌گران ضد مردم و هزار ستیزان جای کتاب و قرآن تجهیزات نظامی را جاگذاری و عکس برداری نمودند و با پخش و نشر آن اوج حقارت خیش را به نمایش گذاشتند. در اخیر این اعلامیه همچنان آمده است: در اخیر یک بار دیگر فرزندان شما اطمینان می‌دهند که برای دفاع از جان، عزت و حقوق شما تا پای جان مقاومت خواهند کرد. فرماندهی جنبش مقاومت برای عدالت بهسود. این در حالی است که به گزارش از آریانا نیوز، نیروهای دولتی، قرارگاه نظامی، فرمانده علیپور و یک انبار جنگ افزار در ولسوالی بهسود میدان وردک را تصرف کردند. ارتش میگوید که این اقدام در ادامه عملیات نیروهای ارتش در ولسوالی حصه اول بهسود صورت گرفته که در نتیجه آن چندین بخش دیگر زیر اداره افراد علیپور نیز از بین برده شده است. پس از سقوط داده شدن چرخبال ارتش در ولسوالی بهسود از سوی افراد وابسته به فرمانده علیپور، وضعیت جنگی در این ولسوالی حاکم شده است. ارتش عملیات انتقام جویانه راه اندازی کرده است، عملیاتی که در ادامه آن قرارگاه نظامی فرمانده علیپور زیر تصرف نیروهای دولتی درآمد و یک ذخیره‌گاه مهمات نیز از سوی نظامیان از بین برده شد. امرالله سالم، معاون نخست رئیس جمهوری، نیز در واکنش به سقوط چرخبال نیروی هوایی در بهسود در برگه فیسبوکش نوشته است:
در آن شب هیچ عملیات برزده هیچ کس در ولسوالی بیسود پلان نشده بود. قتل 4 پیلوت و 5 منصوب قطعات خاص یک جنایت آشکار است. عامل و یا عاملین این جنایت باید به سزای عمل خود برسند. در همین حال شماری از نمایندگان مردم تاکید دارند که اکنون وضعیت امنیتی در بیسود عادی است و گفتگوی مردمی یگانه راهی برای پایان این منازعه است. حکومت تلاش دارد تا فرمانده علی پور را بازداشت کند. چرخبال ارتش در هفته گذشته از سوی جنگجویان فرمانده علی پور سقوط داده شد. روی داده که جان 4 خدمه پرواز و 5 نیروی ویژه را گرفت. اکنون حکومت میگوید تا انتقام نگیرد عقب نمیکشد. با این حال وزارت دفاع ملی امروز دوشنبه 2 حمل میگوید که نیروهای نظامی در ولسوالی بیسود ولایت میدان فردک حضور دارند و تلاش ها برای گرفتاری علی پور و افرادش که یک چرخبال ارتش را سرنگون ساختند ادامه دارد. روح الله احمد زاید سخنگوی وزارت دفاع ملی به از بدست آمدن مقداری از مهمات و تجهیزات نظامی در یک عملیات نیروهای ارتش در بیسود نیز خبر می‌دهد. او افزود هدف نهایی ما این است که حضور نیروهای ما در بیسود میدان وردک کسانی که عاملین این رویداد هستند باید به پنجه قانون سپرده شود و انتقام خونین شهدای ما که در آنجا مظلومانه به شهادت رسیدن گرفته شود. علی پور مسئولیت سرنگونی این چرخبال را پذیرفته است. شماری از نمایندگان مجلس از رسیدن گروهی از نظامیان به بیسود به هدف راه اندازی یک عملیات بزرگ در برابر علی پور خبر می دهند و از احتمال قربانی شدن غیر نظامیان در این منطقه ابراز نگرانی می کنند. حمیده اکبری عضو مجلس نمایندگان گفت ساحات مختلف بمبارد شده. پوسته های از آن آدم به کلی هموار شده. منازل مسکونیش تخریب شده، شهید دادند. در همین حال شماری از سیاستگران حکومت را بر برخورد ناعادلانه متهم می‌سازد و میگوید که ضعف حکومت سبب شده است تا افراد دست به اقدامات نظامی در برابر حکومت بزنند. محمد اسماعیل خان فرمانده پیشین جهادی گفت که این نافرمانی ها از مرکز کابل شروع شده به بامیان و چند روز پیشتر به مزار، چند روز پیشتر شما در داخل هرات دیدید. اینها پیاهای نظام را به کلی سست و ناتوان و ما را به مشکلات روبرو می کند. به روز شنبه حمدالله محب مشاور امنیت ملی برکناری مسعود اندرابی وزیر مداخله را برای داد بهسود مرتبط دانست، اما در این باره توضیحات بیشتر نداد. حیات الله حیات سرپرست وزارت امور داخله گفت می خواهم اطمینان بدهم که علی پور و هوادارانش که این کار را انجام دادند در چارچوب قانون به جزای اعمالشان می رسانیم. وزارت دفاع ملی اعلام کرد که این چرخبال با یک موشک لایزری سرنگون شده است. دوستان عزیز سپاس از اینکه تا پایان ویدیو با ما همراه بودید. اگر می خواهید از آخرین و تازه ترین تحولات و رویدادهای افغانستان، منطقه و جهان باخبر شوید، پس چینل ما را سبسکرایب نموده و زنگ آگهی را فعال سازید تا ویدیو و مطالب بعدی بدرود.